با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از پایتخت ایتالیا روم برای بررسی بیشتر حوادث امروز. در این حمله معاون اطلاعاتی نیروی قدس و جانشینش کشته شدند. آقای مدرس، فکر میکنید راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ وقتتون بخیر آقای مهندس. ببینید، 4 حمله از اعضای سپاه پاسداران به ترتیب که بخوایم پیش بریم، حجت الله امیدوار بوده، ملقب به هاش صادق. ایشون کسیه که به نوعی میشه گفتش که در بعد اطلاعات سپاه قدس فعالیت داشته. در کنارش حسین محمدی، علی آقازاده و سعید کریمی که به نوعی میشه گفت معاونین و منشیان ایشون بودن. اون چه که هست اینه که این اتفاق در یک منطقه بسیار عیان‌نشینی در دمشق در سوریه رخ داده، منطقه‌ای که بسیاری از گروه‌هایی که جمهوری اسلامی به اونها قرابت داره در این منطقه داره فعالیت هستند و از جمله حزب الله لبنان، از جمله حماس، از جمله جهاد اسلامی فلسطین در این منطقه به نظر میرسه که مناطق اماکنی در اختیارشون قرار گرفته، اونجا مشغول به فعالیت هستند. برخلاف اون چه که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه بقبولونه که اینها به نوعی یک سری مکانیزم‌های تخلیه فشار هستند برای این که ما وارد یک جنگ مستقیم نشیم، به نظر میرسه اتفاقا اسرائیل در پی این باشه که وارد یک درگیری و نزاع نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی بشه، به خاطر اینکه جنس حملاتی که داره انجام میده حملات کور نیست. اسرائیل خیلی به راحتی میتونه بیاد بسیاری از اماکنی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و مستشارانش در اونجا قرار دارن رو از بین ببره، اما این کار رو نمیکنه. میاد دست میذاره دقیقاً رو بخش هایی که مربوط میشن به بازوی اجرایی نیروهای منطقه‌ای و نیابتی جمهوری اسلامی. میاد سید رضی موسوی رو از بین میبره و بعد میاد دست میذاره روی بخشی که میشه گفت مغز عملیات میتونه باشه، یا نیروهای اطلاعاتی که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و وظیفه به نوعی میشه گفت تدوین نقشه پیشبرد رو دارند رو از بین میبره. این دو در کنار هم به این مفهوم هست که اسرائیل داره سعی میکنه جمهوری اسلامی رو در منطقه ضعیف کنه پیش از اینکه بخواد یک برخورد جدی رخ بده، برای اینکه در صورت وقوع یک جنگ جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت ممکن خودش قرار گرفته باشه. و در کنار اون دلالت داره بر یک فروپاشی اطلاعاتی تمام عیار، چرا که ظاهرا اسرائیل دقیقاً میدونه کسی رو باید از بین ببره و میدونه اونها رو کجا میتونه پیدا کنه. آقای مدرس، اشکان در صحبتاش اشاره کرد که یک فرمانده هشت شعبی هم به گفته رسانه ها گفته میشه که مورد هدف قرار گرفته. چقدر در لبنان، البته در جنوب لبنان، چقدر شما این دوتا حمله رو مرتبط با هم میدونید؟ بسیار مرتبط با هم باشه. چی گفت دیگه؟ منطقه برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و اون چیزی که جمهوری اسلامی اون رو محور مقاومت مینامید جای امنی نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اطلاعاتی شده. این فروپاشی اطلاعاتی باعث شده اسم و عنوان و حتی مکان تک تک افرادی که در گروه‌های نیابتی شکل دارن لو رفته باشه. اینها در دست اسرائیل هست و به نظر میرسه که سمت اسرائیلی تصمیم بر این گرفته تمام پاهای این هشت پای جمهوری اسلامی رو این بار از بین ببره. همزمان همینطور که داره در غزه تضعیف حداکثری حماس رو پیش میبره، از سمت دیگری برنامه داره حزب الله لبنان داره که اگر تا پایان ژانویه ای که در اون هستیم مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسه، احتمال گشوده شدن جبهه شمالی وجود خواهد داشت. در این حال داره نیروهای تدارکات و پشتیبانی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به شکل فرامرزی از بین میبره و در کنار اون این بسیار منطقی خواهد بود که بخواد بیاد دست بذاره روی یک سری از فرماندهان هشت شعبی. این بار نه حتی فقط به خاطر خود اسرائیل، بلکه به خاطر متحدش آمریکا، به خاطر اینکه گزارش‌های اوسینت، گزارش‌های اطلاعاتی از منابع آزاد باز این مسئله رو دارن میگن که نیروهای جمهوری اسلامی داشتن نقشه چینی می‌کردن برای یک سری آیدی ها و بمب‌های کنار جاده علیه نیروهای آمریکایی در منطقه. بسیار ممنونم از شما شاهین مدرس، همراه ما بودید.